خب دوستان، منفی کردن یک فعل در زبان ترکی استانبولی به چه صورت است؟ یعنی مثلا میخوایم بگیم نمی آیم، نمی آیی، یا نمی روم، نمی خرم، تو نمی خوانی، به این صورت چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ منفی کردن فعل بسیار ساده است. برای این کار کافیه که اولین کاری که انجام میدیم اینه که دوستان دقت بفرمایید، مک رو باید حذف کنی از آخر فعل. مک رو از آخر فعل بایستی حذف کنیم. خب و به ریشه فعل که باقی مونده باید این علائم رو اضافه کنیم. دقت بفرمایید. برای من مم یا بستگی به حرف در واقع صدادار، مم یا مام باید اضافه کنیم. پس برای در واقع من بستگی به حرف صدادار ریشه باید مم یا مام اضافه کنیم. برای تو باید به ریشه مزسین یا ماسن اضافه کنیم، همونطور که مشاهده می‌فرمایید مسین یا ماسن. و برای او مز یا ماز بعد اضافه کنیم، مز یا ماز بعد اضافه کنیم. برای ما میز یا مایز اضافه می‌کنیم، میز یا مایز. برای شما مسینیز یا ماسنز، یعنی همون دقیقاً مسین میشه مسینیز یا ماسن میشه ماسنز. و برای آنها هم باز مز میشه مزلر یا مز میشه مزلر. این دقیقا ببینید اگر تا اینجا گرامر رو خوب پیش اومده باشید و علاوه بر مثالهایی که بنده انجام دادم مثالهای دیگه هم برای خودتون انجام داده باشید، متوجه میشید که دیگه واقعا از اینجا به بعد همه چیز خیلی راحت قابل فهم هست و درک مسائل بعدی واقعا کار سختی نیست. فقط من تاکید میکنم شما هر کدوم از این تمرینات رو حداقل برای بجز مثالایی که خودمون انجام میدید و با بنده همراهی میکنید، حداقل برای چیزی حدود 15 تا 20 کیس دیگه بعد انجام بدید. مثلا وقتی که ما در جلسه پیش در رابطه با منفی کردن فعل صحبت کردیم، شما حداقل بجز چند تا مثال ما بعد حداقل 15 تا 20 تا فعل دیگه رو برای خودتون انجام میدادید تا ملکی ذهنتون بشه، یا در کمترین حالت حداقل برای 10 تا فعل بجز مثالهای خودمون بعد انجام میدادید، که دیگه انشاءالله به درس بعد، سراغ درس بعد که میرید فراموش نکنید. چون مطمئن باشید فراموش کردن یک مطلب ناشی از کمهوشی یا عرضم خدمت شما حافظه ضعیف نیست، فقط ناشی از کمبود تمرین هست. بنابراین باید تمرینتون رو بالا ببرید. شما هر مبحث رو باید اول خیلی خوب تمرین کنید، بعد سراغ مبحث بعد برید. بنابراین مثلا این مبحث رو وقتی دارید کار میکنید، به هیچ عنوان تا مطمئن نشدید که به صورت عالی یاد نگرفتید نباید سراغ مبحث بعد برید. خب پس دوستان علائم رو گفتیم، علائمی که باید به ریشه اضافه بشن. حالا میام سراغ مثال ها. خب فعل گلمک طبق معمول اولین مثالمون هست. گلمک به معنی آمدن. میخوام بگیم نمی آیم. خب گل همونطور که میبینید حرف صدادارش ا هست، یا در واقع ا، بنابراین باید مم رو بهش اضافه کنیم، یعنی گلمم. گلمم یعنی من نمیام. گلمم نمیام. برای تو مزسین بعد اضافه کنیم. مزسین رو به گل اضافه میکنیم، میشه گلمزسین. گلمزسین یعنی تو نمیایی. و برای او کافیه مز اضافه کنیم، میشه گلمز یعنی او نمیاد. مثلا میگیم علی اوه گلمز، یعنی علی به خانه نمیاد. علی اوه گلمز، علی به خونه نمیاد. خب برای ما، یعنی سراغ ما، اینجا به گل باید میز اضافه کنیم. گل میز، گل میز یعنی ما نمیاییم. خب مشخصا الان دیگه متوجه شدید که کلن حرف ز نشوندنده ما هست. گل میز یعنی ما نمیاییم. خب گل مسین رو که گفتیم یعنی تو نمیایی. خب یه دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.